به نام درود و سلامی خدا. دوباره خدمت شما دوستان و همراهان عزیز مصعبس. پیشا پیش سال نو مبارک، عید نوروزتون مبارک باشه. بریم برای هواشناسی کشورمون که از آذربایجان شرقی شروع میشه. شروع هفته ابری و نیمه ابری، ادامه روند افت دما تا آخر هفته که از دمای منفی 3 درجه در اول هفته به منفی 7 درجه در آخر هفته میرسیم. بارش‌های نسبتاً ضعیف در یک شنبه و سه شنبه و چهار شنبه است. سرعت باد هم تا 35 کیلومتر بر ساعت افزایش پیدا می‌کنه. آذربایجان غربی، شروع هفته ابری و نیمه ابری، ادامه دار شدن روند افت دما و حتی افزایش افت دما تا منفی 6 درجه سانتیگراد در آخر هفته. احتمال بارش در این هفته بسیار ضعیفه. احتمال ضعیف بارش رو توی روز شنبه و چهارشنبه رو داریم، اما خیلی ضعیفه که صفر مد نظر قرار میدیم. اردبیل، شروع هفته ابری و نیمه ابری همراه بارش برف در روزهای شنبه و یک شنبه است. افت شدید دما تا منفی 8 درجه سانتیگراد و بارش های ضعیف در سه شنبه و چهارشنبه هم هست و شروع بارش دوباره برف در جمعه آخر هفته هم هست. سرعت باد هم تا 30 کیلومتر بر ساعت افزایش خواهد داشت. اصفهان، شروع هفته با بادها و دمای سرد منفی 5 درجه‌ای که در روز اول هفته اختلاف دمای شدید 23 درجه‌ای در بین شب و روز رو داریم در این منطقه که دمای یخبندان و اختلاف دما همچنان ادامه دار خواهد بود و در روز جمعه 1 درجه سانتیگراد در شب رو داریم که بادهای با سرعت 20 کیلومتر بر ساعت هم در منطقه مشاهده میشه. استان البرز، شروع هفته سرد ابری و نیمه ابری همراه بارش شدید چند ساعته در روز سه‌شنبه است که از ساعت 1 ظهر تا 12 شب ادامه داره. دمای شب هم تا 2 درجه و دمای روز هم تا 9 درجه سانتیگراد در این منطقه مشاهده خواهیم کرد. ایلام، شروع هفته ابری و نیمه ابری همراه بارش ضعیف در روز چهارشنبه که بعد از این روز افت دما تا منفی 1 درجه سانتیگراد هم در آخر هفته احساس میشه. استان بوشهر، شکست نسبی افت دما در شب و روز و دمای شب که 12 درجه است به 17 درجه میرسه و دمای روز از 25 درجه به 33 درجه میرسه. این هفته روزهای نیمه ابری بدون بارشی داره که احتمال بسیار بسیار ضعیفی هست که در پنجشنبه یک بارش ضعیفی رو داشته باشیم. تهران، شروع هفته ابری و نیمه ابری، بارش در روز سه‌شنبه و بارش‌های بسیار ضعیفی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه است که احتمال صفر شدن این بارش‌ها در دو روز چهارشنبه و پنجشنبه بسیار زیاده. دمای شب هم همچنان سرد می‌مونه و تا 3 درجه سانتیگراد در آخر هفته میرسه و دمای روز به 11 درجه سانتیگراد میرسه. سیستان و بلوچستان، شروع هفته صاف بدون لکه ابر و بارش در این منطقه رو در این هفته مشاهده می‌کنیم. دمای روز 21 درجه سانتیگراد و دمای شب 1 درجه سانتیگراد در اول هفته و دمای روز 28 درجه و دمای شب 8 درجه سانتیگراد در آخر هفته خواهد بود. سرعت باد در این منطقه تا 25 کیلومتر بر ساعت هم خواهد رسید. خراسان جنوبی، شروع هفته نیمه ابری بدون بارش، سرمای 1 درجه در شب در اول هفته و در آخر هفته به 9 درجه سانتیگراد افزایش پیدا خواهد کرد و کم کم افت دما رو اینجا میبینیم که از بین میره. سرعت باد هم تا 20 کیلومتر بر ساعت افزایش پیدا خواهد کرد در این منطقه. و بریم برای خراسان رضوی، شروع هفته ابری و نیمه ابری، سرد بدون بارش و احتمال بارش بسیار ضعیف در روزهای چهارشنبه هم هست که دمای شب در اول هفته منفی 4 درجه سانتیگراد و 4 درجه در روز هست و در روز جمعه آخر هفته دمای شب 1 درجه سانتیگراد میشه و 20 درجه در روز و سرعت باد هم تا 18 کیلومتر بر ساعت در این منطقه مشاهده میشه. خراسان شمالی، شروع هفته سرد همراه بارش‌های ضعیف و پراکنده در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه است و جمعه هم دمای شب در اول هفته به منفی 6 درجه سانتیگراد میرسه و 7 درجه در روز هست و آخر هفته 1 درجه سانتیگراد در شب و 5 درجه در روز. خوزستان، شروع هفته با اختلاف 20 درجه سانتیگرادی بین شب و روز و بارش بسیار ضعیف در سه‌شنبه است. روزهای یک شنبه تا چهارشنبه ابری و نیمه ابری بدون بارش است و دمای شب در آخر هفته به 14 درجه سانتیگراد میرسوند و دمای روز هم به 27 درجه سانتیگراد. زنجان، شروع هفته سرد ابری و نیمه ابری همراه بارش‌های برف در این منطقه کشورمون هستیم. بارش باران در روز سه‌شنبه و سپس بارش برف در نیمروز چهارشنبه و صبح پنجشنبه است که بعد از این بارش‌ها افت دمای منفی 5 درجه‌ای در نیمه شب رو داریم. استان سمنان، شروع هفته ابری و نیمه ابری بدون بارش که شروع هفته هم خیلی سرده و دمای 0 درجه در شب سخت میشه، اما در آخر هفته دمای شب به 5 درجه سانتیگراد میرسه و سرعت باد هم تا 25 کیلومتر بر ساعت هم افزایش خواهد داشت. چهارمحال بختیاری، شروع هفته بسیار سرد با دمای منفی 8 درجه سانتیگراد که در آخر هفته به منفی 1 درجه سانتیگراد میرسد. روزهای یکشنبه تا چهارشنبه ابری و نیمه ابری بدون بارش است و در پنجشنبه احتمال بسیار ضعیف بارش وجود داره. استان فارس، شروع هفته بدون بارش همراه اختلاف دمای 20 درجه بین شب و روز است که دمای شب اول هفته منفی 1 درجه است و در آخر هفته به 5 درجه میرسه که
کم کم گرم میشه، ولی خب باز هم حالت سرما وجود داره. قزوین، شروع هفته تماما ابری همراه بارش‌های باران پراکنده در روزهای یکشنبه، سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه که کمترین دما 3 درجه سانتیگراد است و بیشترین دما هم 14 درجه در روز است. قم، شروع هفته بسیار سرد و کم کم دمای منفی 1 درجه در شب به 6 درجه در شب میرسه که این کم کم حالت سرما میشکنه، ولی خب هنوز ادامه داره، یعنی تو این حالت زیر 10 درجه قرار داره. دمای روز هم به 19 درجه سانتیگراد میرسه و بارش جزئی در روز سه‌شنبه رو اینجا شاهد خواهیم بود که ممکنه صفر بشه. کردستان، شروع هفته ابری و نیمه ابری سرد با افزایش افت دما از منفی 3 درجه در شب اول هفته و این حالت منفی در آخر هفته به منفی 8 درجه میرسه که اینجا برعکس همه جاست و بعضی از استان‌ها هم به همین صورت هستن و یعنی سرمای زیر صفر رو دارن. بارش های جزئی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه که بارش پنجشنبه نسبتا خوب است. کرمان، شروع هفته با دمای منفی 2 درجه شب که در آخر هفته به 5 درجه در شب میرسه. این هفته بارشی در این منطقه نداریم و حالت اختلاف دمای شدید شب و روز رو داریم که به 23 درجه اختلاف دمای شب و روز میرسه که سرعت باد رو هم به 20 کیلومتر بر ساعت اینجا ثبت میکنیم. کرمانشاه، شروع هفته ابری و نیمه ابری همراه بارش ها در روزهای یکشنبه، سه شنبه، چهارشنبه است که بعد از این بارش ها دما تا منفی 5 درجه در شب افت میکنه. کوهگیلویه و بوی رحمت، شروع هفته سرد با دمای منفی 3 درجه سانتیگراد در شب که در آخر هفته به 3 درجه در شب میرسد. در این منطقه از کشورمون در این هفته بارشی دیده نمیشه. روزهای دوشنبه و چهارشنبه هم نیمه ابری بدون بارش است. گلستان، شروع هفته تماما ابری با رنج دمای زیر 10 درجه رو داریم، ولی خب به صفر نمیرسه و بالای 2 درجه در شب هست. در روزهای یکشنبه و دوشنبه پاره بارش‌های ضعیفی رو در سه‌شنبه و چهارشنبه هم داریم که نسبتاً خوب احساس میشه و در جمعه هم بارش‌های بسیار ضعیفی احساس میشه که ممکنه صفر بشه. استان گیلان، شروع هفته تماما ابری و بارش‌های سینوسی در شنبه تا پنجشنبه است که پاره بارش‌های در آخر وقت جمعه هم احساس میشه. کمترین دمای شب 3 درجه سانتیگراد و بیشترین دمای روز 12 درجه سانتیگراد است. لرستان، شروع هفته سرد با دمای منفی 3 درجه سانتیگراد در شب و ورود سامانه بارشی در یک شنبه که روزهای دوشنبه تا چهارشنبه رو در شهر خرم‌آباد بارش‌های پراکنده احساس میشه. دوستان عزیز، تمام شهرها با هم دیگه متفاوت. افت دمای بعد از بارش هم دما رو به منفی 5 درجه سانتیگراد در خرم‌آباد میرسونه. کلا ما استان‌ها رو وقتی مد نظر قرار میدیم، مرکز استان رو هواشناسیش رو میگیم که بقیه استان‌ها که وقتی میایید میپرسید، مثلا خراسان رضوی فقط مشهد رو گفتیم و شهرهای هومه رو میپرسید، این رو توی کامنت ها جواب میدیم، نمیتونیم همه رو توی 10 دقیقه بگیم. بریم برای مازندران، شروع هفته تماما ابری همراه بارش در روزهای یکشنبه و دوشنبه که ضعیف، سپس بارش نسبتا خوب در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه است که کمترین دمای منطقه 2 درجه سانتیگراد در شب میرسونه و بیشترین دما رو 12 درجه سانتیگراد در روز. مرکزی، شروع هفته سرد سامانه‌ای که از یکشنبه وارد منطقه میشه که بدون بارش و مگر در روز چهارشنبه بارش بسیار ضعیفی اتفاق بیفته که ممکنه صفر بشه. دمای شب در آخر هفته به 0 درجه سانتیگراد میشه. دمای شب اول هفته هم منفی 4 درجه سانتیگراده. هرمزگان، شروع هفته بدون لکه ابر در این منطقه از کشورمون هستیم که دمای شب 9 درجه سانتیگراد در اول هفته است و دمای روز هم 30 درجه است که در اول هفته به این حالت است که در آخر هفته به 16 درجه و 34 درجه به ترتیب میرسه. همدان، شروع هفته ابری و نیمه ابری که سامانه بارشی در یک شنبه در این منطقه وارد میشه و در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه بارش‌های ضعیفی احساس میشه که افت دمای بعد از بارش به منفی 4 درجه سانتیگراد میرسه. پس بسیار دقت کنید. استان یزد، ورود سامانه ابر بدون بارش در یک شنبه که تا چهارشنبه هم ادامه دار هست. حالت نیمه ابری و ابریه ولی خب بارشی نداریم. دمای شب شنبه هم 0 درجه سانتیگراد هست که در آخر هفته به 9 درجه سانتیگراد میرسه. دمای روز از 16 درجه سانتیگراد به 26 درجه سانتیگراد میرسه. امیدوارم که خوشتون بیاد از پست‌های هواشناسی، لطفاً شیر کنید و با دوستانتون به اشتراک بگذارید که بتونن همه کارهای مهمشون رو با این برنامه‌های هواشناسی خودشونو وقف بدن و همه کاراشونو درست حسابی انجام بدن. سال فوق‌العاده‌ای داشته باشید. خیلی ممنونم از حمایت و انرژی مثبتتون. پست‌های فوق‌العاده‌ای در راه، به غیر از هواشناسی کارهای دیگه‌ای هم داریم. لطفاً نظراتتون، انتقاداتتون، پیشنهاداتتون رو بگید و بدونیم چه کاری کنیم بهتره. مرسی از حمایت‌های فوق‌العاده‌تون. بریم که بهتر کنیم اکسلور رو. با اجازهتون، خدا نگهدار. جهان با مو سبز است.